خب بچه ها رسیدیم به سوال درک مطلب، متنی که در مقابلمون هستش. 4-6 خط متن در مقابلمون هستش که بایستی ترجمه بکنیم تا بتونیم به سوالهای ذیلش پاسخ مناسبی بدیم. یادمون باشه که در حین ترجمه کردن قسمت هایی که برامون اهمیت داره رو هم هایلایت بکنیم، دورش دایره بزنیم تا اینکه وقتی که داریم به سوال های ذیلش پاسخ میدیم به سرعت بتونیم قسمت مناسبش رو پیدا بکنیم. بریم سراغ متن. گفته که للوالدین حق کبیر علی اولادهم، یعنی پدر و مادر حق بزرگی بر فرزندانشون دارن زیرا که خداوند اونها رو دلیلی برای وجودشون در این زندگی قرار داده. پس حق بزرگ برگردن اونها هستش، فرزندان هستش نسبت به پدر و مادرشون. و زیرا که مشقت کشیدن در راه چی؟ در راه تربیتشون، حمایتشون و حالا توجهشون به اونها از مدتی که به دنیا اومدن تا زمانی که بزرگ شدن بشن. و خداوند در قرآن حق اون پدر و مادر رو قرین حق خودش ساخته. چه جالب، یعنی حق پدر و مادر آنچنان زیاد و بزرگ هستش که در کنار حق خداوند قرار گرفته. خداوند بلند مرتبه گفته و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، و پروردگارت حکم کرد که لا تعبدوا، نپرستید مگر او را. و حالا بعدش میگه که و بالوالدین احسان و به پدر و مادر نیکی کنید. ببین چقدر این قضیه مهمه که در کنار پرستش خداوند مطرح شده. خب پس این نکته خیلی نکته مهمیه به نظرم. این هم علامت بزنیم که قرین حق خداوند قرار گرفته. خیلی خب، هنگامی که مردی نزد پیامبر آمد و از اون پرسیدش چه کسی محقترین مردم هستش به رفتار نیکو، پس او جواب داد مادرت. و این رو، این موضوع رو 3 بار تکرار کرد و گفت در بار 4 سپس پدرت. پس چقدر قضیه مهم هستش، 3 بار گفته مادرت و بعدش گفته پدرت. خب ما باید که تقدیم کنیم به پدر و مادرمون از میان کارها چیزی رو که، کاری رو که اونها رو خوشنود بکنه و اونها رو و برای اونها حالا خوشبختی قرار بده. پدر و مادر بر ما حق حالا مسائل نکات بهداشتی یا توجهات بهداشتی رو دارن و تأمین نیازهای زندگی روزانه، یومیه روزانه، و اون دو دارن بر ما این که وقتی که باهاشون صحبت میکنیم با اون دو به نیکویی صحبت کنیم و صدایمون رو هنگام صحبت با اونها بالا نبریم و نگوییم چیزی رو که، سخنی رو که باعث آزرده شدنشون بشود. خیلی خوب، پس چند تا چیز رو متوجه شدیم این آخر این قسمت. این که چیزی نگیم که اونها رو آزرده بکنیم، صدامون رو هم بالا نبریم و باهاشونم به نیکویی صحبت بکنیم. بسیار عالی، نکات مهمش رو علامت گذاری کردیم برای خودمون. بریم سوال اول رو بخونیم. گفته که فرزندان باید که تکریم بکنن پدر و مادرشون رو. چرا حالا؟ عین الخطر، یعنی صداش درسته یه دونش اشتباس. به دلیل اینکه سختی های
سختی هایی که اونها در زندگی کشیدن برای ما. خب سختی هاشون در زندگی، بله، چون برای ما سختی هایی رو متحمل شدن، این دلیل مناسبیه که ما اونها رو تکریم بکنیم. زیرا اونها فرزندان را سعادتمندانه قرار دادن، سعادت قرار دادن، سعادت رو براشون قرار دادن، خوشبختی رو قرار دادن براشون. میگیم که نه، از کجا معلوم که فرزندان به خوشبختی برسن؟ پس این ناقصه، نادرسته. به دلیل حالا به دنیا آوردن فرزندان میگیم که بله، اینم یک دلیل خیلی مهمه که اصلا اونها باعث شدن که ما وارد این دنیا بشویم، پس طبیعتا بایستی اونها رو تکریم بکنیم و بزرگشون بدونیم. چهارم، زیرا پدر و مادر اقدام به تربیتشون کردن. بله، تربیتی که ما داریم حاصل زحمات پدر و مادرمون هستش، پس این هم دلیل بسیار خوبی هستش که تکریم بشن. گزینه 1، 3 و 4 برای جای خالی مناسب هستش و جای خالی ما رو درستی کامل میکنه، ولی که گزینه 2 که پاسخ این تست هستش کامل کننده عبارت نیست.